بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت سوم لکچر اول است. در این قسمت هم متوجه باشین. در مورد فعالیت های حجره ما خوانده بودیم که حجره کدام فعالیت ها را دارد، ترکیب بود، جذب بود، ذخیره بود، تولید انرژی، قدرت حرکت، بلیدن و هم قابلیت تخریش یا اریتیبیلیتی را میخوانیم. قابل تخریش یا ایرتیبلیتی چی مانا میدن؟ قابل تخریش یا ایرتیبلیتی را مانا میدن که حجره در اثر انگیزه، یعنی بعضی از انگیزه ها وارد میشن، مانند شوای برق، مواد کیمیاوی، این حجره تنبیه شده و در برابر آن عکس العمل نشان میدن. قابل تخریش یعنی تخریش پذیری پیدا میکنه. تخریش مانا میدن یعنی برای حجره یک تعداد مواد مثلا آزار دهنده می باشند، یا حجره تغییر شکل یا تغییر موقعیت برای حجره می دهند، یا حجره آزار دهنده است، گیره به نام قابلیت تخریش یا اریتیبیلیتی یاد می کنیم. مثلا حجره اگر در حجره برق گرفتگی پیدا می شه یا هم در معرض بعض مواد کیمیاوی قرار می گیره، در حجره یک تخریش یا یک تغییر برش وارد می شه. دیگه ببینین قابلیت انتقال یا کاندکتیویتی است. حجره انگیزه ها را به تمام اجزای خود انتقال میدن. خیلی حجرات قابلیت چی دارن؟ قابلیت انتقال یا کاندکتیویتی دارن. یعنی حجره وقتی که اگه انگیزه برش وارد میشه، مثلا اینجا یک حجره باشه، چون حجره را قبلا خواندیم که متشکل از بعض مرکبات بودن، که بعض مرکبات شانم که شما میبینین گفته مثلا کاربوهیدرات ها بودن، مثلا دیگه چی بود، پروتین ها بود، این شکل مواد زیاده بودن که در چی رول داشتن، در ترکیب حجرات رول داشتن. حالا می قسمت ببینین، یکی ما گفتیم کاربوهیدرات ها، مثلا یک تنبه یا یک سیاله به حجره وارد میشه. وقتی که تنبه سیاله وارد شد، از این قسمت وارد شده، این تمام قسمت های حجره را تنبه میکنه، یعنی به این شکل به تمام قسمت های حجره این سیاله ها رسانیده میشن. خاصیت قابلیت تخریش و قابلیت انتقال در حجرات عصبی و سویه عالی انکشاف یافته است. مثلا حجرات عصبی را انگامی که شما میبینیم قابلیت انتقال مواد در حجرات عصبی را که گفته، مثلا این قطع اگر ما دندرایت های حجرات عصبی یاد کنیم، یک قسمت جسم مجروی و یک قسمت هم اکسون یاد کنیم، در حجرات عصبی هم قابلیت انتقال انگیزه ها یا سیاله ها بسیار به شکل عالی و پیشرفته می باشند. های هر حجره باشه، چه حجرات دیگه باشن، قابلیت انتقال یا کاندکتیویتی را دارن و همین شکل هم حجرات عصبی قابلیت چی را داشتن؟ قابلیت انتقال یا کاندکتیویتی را داشتن. خب سازش با محیط. سازش با محیط، حجرات تا یک حد معین ساختمان خود را با محیط تطابق بدهد. یعنی حجرات در محیطی که قرار میگیرن با اون محیط سازش یا تطابق میکنن. این چی مثال میتونیم داده، مثلا شما میبینین یک شخص، اول درباره اشخاص یک مثال ساده میده، مثلا یک کسی رو شما میبینین و طور مثال در سالنگ زندگی میکنه، سالنگ بسیار هوای یخ داره، اما با او بسیار عادی است و در هوای سرد تطابق داره زندگی میکنه. اگر شما یک کسی رو مثلا از یک جای بسیار گرم، مثلا از به طور مثال از جلال آباد ببرین به سالنگ، ای با آسانی با اون محیط تطابق نمیتونه، ولی یک مدت زمان بیشتر در بر میگیره تا با این محیط تطابق کنه، و از هنگامی که یک مدت زمان گذشت، این شخص با اون محیط هم تطابق میکنن. و یا ای که یک شخصی که در یک محیط بسیار سرد زندگی کنه، ای را ما بیاریم در یک محیط گرم، ای را یک مثال تطابق شده میتونه که یک مدت زمان با اون محیط گرمی تطابق میکنن. حجرات هم تا یک حد معین ساختمان خود را با محیط تطابق بدهند، یعنی حجرات هم با محیطی که قرار میگیرند، پیشتر ما گفتیم محیط حجرات اکثرا بین 6 و 8 بودند، یعنی میتونند در محیط اسیدی و قلعی تی داشته باشند تطابق بکنند. نمو یا انکشاف، یعنی گروه تا ببینید، نمو یا انکشاف را ببینید که حجرات در اثر جذب و سنتز مواد به جسامت خود می افزاید. حجرات در اثر جذب و سنتز مواد به جسامت خود می افزاید. قبلا گفتیم که حجرات قابلیت سنتز یا ترکیب مواد داشت. حالا همینجا رو ببینین که حجرات در اثر از اینکه بعض مواد جذب میکنن، مواد از کجا جذب میکنند؟ حجره از مسافات بین الحجروی
در مسافات بین الحجروی مواد از کدام قسمت می آمد؟ در مسافات بین الحجروی مواد از قسمت خون می آمد. یعنی این مواد او را جذب می کنه، او را سنتیز یا ترکیب می کنه و جسامت یا ساید خود را بزرگ می سازند. برای نمو باید عملیه آنابولیک بیشتر از عملیه کاتابولیک باشند. خب ببینید، در مورد میتابولیزم گفتم میتونیم که میتابولیزم با چند گروه تقسیم شده بودن. میتابولیزم دو گروه تقسیم شد، یکی آنابولیزم و دیگه هم چی بودن؟ کاتابولیزم. آنابولیک یک پروسه چی می باشن؟ تعمیری یا ترمیمی می باشن. یعنی یک پروسه است که تعمیر یا ترمیم میکنه حجره، یعنی مواد را که هست میکنه حجرات نمو و انکشاف کنند. اما پروسه کاتابولیک یعنی کاتابولیزم چی نوع یک پروسه است؟ یک پروسه تخریبی است. یعنی این چیکار میکنه در کاتابولیک؟ حجرات تخریب میکنن، یعنی موادی که در حجره قرار داره حجرات به طور مثال به اجزای کوچک خود اینا رو تبدیل میکنه. پس این یک عملی شد کاتابولیک شد. پس برای اینکه یک حجره خوبتر نمو کنه، حجرات باید کدام عملیه ها را بیشتر در نظرشان واقع اجرا شوند؟ آنابولیک، یعنی پروسه های تعمیری یا ترمیمی باید در حجرات بیشتر باشند. اینجا یک مثال ساده درباره فتوسنتز نشان داده. شما ببینید که اکسیژن عکس میشه و این شخصی اکسیژن عکس میکنه و تنفس میکنه، با زور و شکل کربن دای اکساید با محیط روان میکنه. یک درختان یا نباتات کربن دای اکساید عکس میکنه، دوباره از این تیر تولید میکنن اکسیژن تولید میکنن که در جریان روزی نباتات اکسیژن تولید میکنه و در جریان شب برعکس نباتات چی تولید میکنن؟ کربن دای اکساید. یعنی بعضی مثال هاست، بعضی کسا میگه شبانه اگر زیر درخت خواه شوی برات نفس قیتی یا نفس تنگی پیدا میشه، یا مثلا مشکلات دیگه را که همه با بایی آشنا هستن. دلیل اساسی از او همی است که در جریان شب کاربون دای اکسیژن از محیط درخت ها میگیره یا نباتات میگیرن و در حالت کاربون اکساید تولید میکنه. اما در جریان روز چی کار میکنن؟ در جریان روز کاربون دای اکساید محیط میگیره و از او چی تولید میتونستن؟ اکسیژن. تولد و تناسل یا ریپروداکتیو به معنی تولد و تناسل نسل جدید است که از نسل قبلی خود تولید میشن. خیلی تولد و تناسل شما ببینین، مثال ساده تولد و تناسل ایجا از باره حجرات گفته که ما میتونیم از انسان ها بگیم. مثلا دو یک جنس مذکر و یک جنس مؤنث با هم یک جا شده، از جنس مذکر اسپرم و از جنس مؤنث اووم یا تخم آزاد شده که اسپرم و اووم با هم یک جا شده القا و بالاخره یک جنس جدید تولد شد. خب پس اینجا هم شما سعی کنین که حجرات هم همین شکل قابلیت چی را دارن؟ تولد و تناسل. مثلا از یک حجره چی ساخته میشه؟ مثلا دو حجره دیگه ساخته میشه. همین شکل از این حجرات هم تو دو تا حجره دیگه میتونن که ساخته شوند و همی شکل تعداد حجرات زیاد میشن. خیلی حجرات قابلیت تولد و تناسل داشت، یعنی میتونن که حجرات تعداد خود را زیاد بسازن. اینا چی بودن؟ اینا فعالیت های حجره بود که چندین فعالیت تولد و تناسل داشتن. سنتیز مواد که همی شکل سازش با محیط بودن، قابلیت تخریش، قابلیت انتقال و این تماما چی بودن؟ فعالیت های حجرات بود. دیگه ببینید ارتباطات حجرات. ارتباطات حجراتی جدای عنوان است. ارتباطات حجرات، خب اول مایکرو انجکشن هم میگن. خب شما اول میفهمین که مایکرو چی مانا میتن؟ مایکرو کوچک مانا میتن. انجکشن هم چی بودن؟ که زرقیات. مایکرو انجکشن میگه اگر مواد در مسافات بین الحجروی زرق شوند، دیده می شود که مواد ابتدا با حجرات مجاور و بعد با حجرات دورتر انتقال پیدا می کنند. یعنی اگر مواد به طور مثال یک حجره باشه، دیگه حجره، دیگه حجره، دیگه حجره، دیگه حجره، شما اینجا خود داخل یک حجره را برای ما نشان داده که قسمت هستیش نشان دادن. اگر این ما حجره فکر کنیم، اگر خود جدا یک رسم دیگه می کشیم اینجا، مثلا یک حجره باشه، دیگه حجره باشه، دیگه حجره، دیگه حجره، دیگه حجره، از این قسمت یک مواد زرق شوند. اگر مواد به مسافات بین الحجروی زرق شود، مواد ابتدا با حجرات مجاور، یعنی ابتدا کدام حجرات مواد هست میکنه؟ حجراتی که نزدیک است و بعد از او به حجرات چی میرسه؟ به حجرات بعدی.
طبعاً حجراتی که نزدیکتر است بیشتر چی میتونن؟ مواد اخذ میتونن. هر قدر که حجره از قسمت دور باشه برش هم کمتر مواد میرسن. مایکرو الکترود در این طریقه الکترودها در بین حجرات داخل نموده یا داخل شده و تغییرات ولتاژ و جریان برق را دریافت میکنند. خیلی مایکرو الکترود چی کار میکنه شما میفهمین؟ الکترودها را این شکل سن یک الکترود باشه ای دیگه الکترود باشه. الکترود ها را میفهمین که یکشان چارج منفی و یکشان هم چی بودن؟ چارج مثبت. یعنی به این شکل چارج منفی چارج مثبت اینا داخل میشن در بین حجرات، تغییرات ولتاژ و جریان برق را دریافت میکنن. خیلی وقتی که اینا داخل میشن هم تغییرات در ولتاژ و هم تغییرات در جریان برق برای ما نشان میدن. خیلی اینا چی بودن؟ اینا هم قسمت چی بود؟ مایکرو الکترود که به شکل تغییرات ولتاژ و جریان برق دریافت شد. کشت حجرات. اگر حجرات انساج مختلف یک جا کشت گردد، حجرات آن به صورت گروپ های جداگانه بین هم در میخورد که این حالت ارتباط به گلایکوپروتین های سطح حجرات دارد. خب خلاصه ساده ای بار گپ میزنیم که کشت حجرات قابلیت چیراز میداشته باشن کشت میداشته باشن. به طور مثال یک حجره از یک قسمت بدن عکس میشه، این در تحت شرایط خاص در لابراتوار ها میتونه کشت شوه و این کشت میتونه که داده حجرات بیشتر بسازه. مراحل زندگی حجره. مراحل زندگی حجره ببینید در این قسمت که حجرات تحت کدام محاط زندگی میکنه که دیگه عنوان است. مطالعه تغییرات دوره های مختلف حیات را گویند. خیلی سایتومورفوز یا مراحل تغییرات حجره مطالعه تغییرات دوره های مختلف حیات را گویند که شامل مراحل زیل می شود. مرحله ابتدایی جسامت هسته نظر به سایتوپلازم بزرگتر است. خیلی اول مرحله چی بود؟ در قسمت مراحل نمو حجرات اول مرحله ابتدایی است، دوم مرحله پختگی یا تفریق پذیری است، سوم مرحله پیری یا مرحله چی بودن؟ آخری می باشن. خب ما مرحله اول می بینیم. مرحله اول وقتی که شما می بینید در این قسمت گفتن که جسامت هسته نظر به سایتوپلازم بزرگ است. یعنی این شکل اگر ما یک حجره رسم کنیم، رسم خراب شد. اینی را اگر ما فکر کنیم، هدف هست که ما مرم به هدف بفهم مگر اسم خوبم نامد خیر. اینی قسمت شما فکر کنین اینی چی باشه؟ این هسته باشه یا نوکلیوس باشه و در این اطراف چی باشن؟ سایتوپلازم. خیلی چی شد؟ سایتوپلازم کالت یادی وقت حجره نمو و تفرید پذیریشان زیادتر میشه و حجره مراحل پیشرفته تر میره، شما میبینید سایتوپلازمشان زیادتر میشه نسبت به هسته. پس در این حالت وقتی که این قسمت ما میبینیم در این قسمت خیلی سایز چی کلانتر؟ سایز هسته. علائم تفریق پذیری با مشاهده نمیرسد. ما قبلا درباره تفریق پذیری مثال دادیم، گفتیم هر ما در یک شفخانه بریم در طفلا نوزادایی که در روز اول تولدشان هستن میبینیم همه یکسان میباشن. چرا همه یکسان؟ به خاطر تفریق پذیری در اونا کم تره. هدف ما است که فرقشان اونقدر درست ما نمیتونیم پیدا کنیم. در حجرات علائم تفریق پذیری دیده نمیشن. یعنی ما وقتی حجره رو در مرحله ابتدایی میبینیم نمیتونیم بگویم که حجره سیستم عصبی است، حجره سیستم مثلا حجرات سیستم قلبی است یا حجرات دیگر است. انقسام نظر به سایر دوره ها زیاد است. خیلی در کدام مرحله انقسام زیاد می باشند؟ در مرحله ابتدایی انقسام حجرات هم زیاد تر است. رنگ سایتوپلازم آبی است. سایتوپلازم به کدام رنگ بودن؟ در رنگ آبی. چرا در حالت رنگ آبی هستن؟ به خاطر اینکه پروسه های انقسام زیاد تر است و در اینجا آر ان ای بسیار زیاد فعالیت می کنند. از او خاطر رنگشان به کدام شکل ظاهر شده بودن؟ به رنگ آبی ظاهر شدن. مراحل زندگی حجرات اول مرحله چی بود؟ ابتدایی بودن. خب دومشان ببینین، دوم مرحله چی شدن؟ دوم مرحله تفریق پذیری شد. در مرحله تفریق پذیری میگن در این مرحله نموی حجره تکمیل شده و حجره نظر به جسامت و ساختمان خود شکل خاص را اخذ میکنند. خیلی نموی حجره تکمیل شد، آل حجره چی میتونن؟ جسامت و شکل خاص خود اخذ میکنند. شکل
یعنی در خود مرحله تفریق پذیری اول درباره شکل گپ میزنیم. در مرحله ابتدایی شکل تمام حجرا تقریبا یکسان است و هر قدر حجره انکشاف میکنه شکل خاص خود را میگیرن. مرحله ابتدایی مثال دادیم، گفتیم تمام حجرات، حجرات قلبی و تنفسی تماما، حجرات سیستم عصبی تماما یکسان است. اما وقتی که تفریق پذیری میشه، وقتی که حجرات نمویشان زیادتر میشه، ما میبینیم که در این حجرات تغییر در شکلشان هم چی میشدن، تغییر میامدن و هر حجره شکل خاص خود میگیره. حجره قلبی شکل قلبی، حجره تنفسی شکل تنفسی و حجره عصبی شکل عصبی. ساختمان ببینین، جسامت هسته کاهش و سایتوپلازم افزایش پیدا میکنن. خیلی ببینین در این مرحله پروسه های انقسام کمتر میشه. وقتی پروسه های انقسام کمتر میشه، ایره مثال هم هسته مثال میتیم، در هسته مثلا در این قسمت شما ببینین آل دریجه سایتوپلازم چی شدن؟ زیاد شدن. سایتوپلازم چی شد اینجا؟ زیاد شد. اما هسته چی شد در اینجا؟ هسته که به اینجا نشان دادیم، هسته خردتر شد ولی سایتوپلازم چی شد در اینجا؟ بیشتر شد و انقسام هم در این پروسه چی میشه؟ کمتر میشه. خیلی قسمت ما چی شد؟ هسته شد، که هسته در این حالت چی میشن؟ کوچکتر میشه. اما سایتوپلازم چی شدن؟ بزرگتر شد. وظیفه قدرت انجام وظایف وظایف را بیشتر دارد. پس شما اینجا ببینید که حجره وقت تفریق پذیری میشه، حجره یک شکل خاص رسم میکنه، در این قسمت چی میشن اینا؟ وظایف خاص یا بیشتر رسم میکنه. مثلا حجره قلبی با حجره وظایف قلبی رو میکنه، حجره عصبی کدام کار رو میتونستن؟ کارهای فعالیت های سیستم عصبی رو اجرا میکنن. در این مرحله حجرات قابلیت تولید و تغییر پذیری را از دست می دهند. خیلی قابلیت همو تولد و تغییر پذیری در اینا چی می شدن؟ کم تر می شد. یعنی انقسام قبلا یاد کردیم که در اینجا انقسام چی می شدن؟ کم تر می شد. انقسام حجرات در کدام مرحله کم شد؟ انقسام حجرات در مرحله تفریق پذیری کم تر می شد. خیلی فرقایی که تفریق پذیری با مرحله پختگی داشت، یکشانی بود که در مرحله پختگی، در مرحله ابتدایی شکل حجرات نامشخص بود، شکل حجرات مشخص شد. در مرحله ابتدایی وظیفه حجرات مشخص نبود، در این مرحله وظیفه حجرات مشخص شد. در اوج جسامت هستهشان بزرگ بود، اینجا جسامت هسته کوچک شد. سایتوپلازم در اوج کم بود، در مرحله تفریق پذیری سایتوپلازم چی میشد؟ زیاد. مرحله پیری، در این مرحله هسته و سایتوپلازم مصاب شده و کاهش می‌یابد. خیلی مرحله پیری مرحله آخری است. در این مرحله چی میشد؟ هسته و سایتوپلازم مصاب میشه. البته مصاب چی؟ مصاب مرض میشن. زمانی که فعالیت‌های حیاتی حجره متوقف شود، مرگ حجره به وجود میاد. این حال وقتی که مرحله هسته و سایتوپلازم مصاب شوند، در این مرحله فعالیت‌های حجره متوقف میشن. یعنی هم کارهایی را که حجره به شکل نرمال پیش می برد، وظایف خود پیش می برد، وظایف چی شد؟ متوقف شد. چرا وظایف متوقف شد؟ به خاطر اینکه قسمت های عمده حجره مصاب مرض شده، یعنی هسته و سایتوپلازم. خی اینا چی بودن؟ در مرحله پیری تغییرات هستوی که نشان دهنده مرگ حجره از قرار زایل است. خی در مرحله پیری هسته و سایتوپلازم مصاب مرض شد، یعنی هر حجره یک مدت زمان معین زندگی میکند و مرحله آخرشون مرحله پیری است که باید اونها از بین برن و در جای آنها دوباره حجرات جدیدی بیان، که حجرات جدید دوباره وقتی که بیان به شکل مرحله ابتدایی حجرات ظاهر میشن. اول شما اینجا ببینین تغییرات هستوی پیکنوسیز، شما ببینین که هسته کوچک متراکم و تیره رنگ تبدیل میشن. خیلی در مرحله پیکنوسیز اینی قسمت شما سعی کنین که هسته کوچک شده، متراکم شده و رنگشان تیره رنگ تبدیل میشن. کاریورکسز رو ببینین، دوم اصطلاح کاریورکسز. کاریورکسز رو شما سهل کنین که هسته به پارچه های متعدد تقسیم میشن. کاریورکسز چی بود؟ هسته به پارچه های متعدد تقسیم شدن. کاریولایزز، کاریولایزز هسته قدرت رنگ پذیری رو عدس میدن. یعنی کاریولایزز شما سهل کنین که در اینجا هسته دیگه نمیتونن رنگ بگیرن، یعنی هم قابلیت تلوین از بین میرن. شیدینگ چی است؟ حجره به اجواف داخلی یا خارج بدن انداخته میشن. شیدینگ چی بودن؟ که حجره به اجواف بدن
انتقال پیدا میکنه یا مجرد در جواف میفتن. دیزولیشن شما سعی کنین یا انحلال حجره توسط انزایم ها انحلال میابد که انزایم های هضمی میاین و این حجرات انحلال میسازن یا این حجرات لایز میسازن و از بین میبرن. فاگوسایتوزیس حجره زره مکروفاش ها بله میشن. خیدگیشون چی بودن؟ فاگوسایتوزیس بود که در فاگوسایتوزیس حجره زره چی از بین رفتن؟ مکروفاش ها. مکروفاش ها یک نوع گفتیم که حجرات سفید خون می باشند که قابل در انگامی که جسم اجنبی داخل حجرات میشه یا فعال شده و خاصیت مکروفاژی را می گیرند و این می برند، یا اینکه یا جسم اجنبی یا یک باکتری از خارج داخل شود، یا اینکه حجراتی که در داخل بدن است اینا چی شوند؟ تخریب شوند و در حالت مکروفاژ ها فعال شده و اینا را تخریب میکنند و اینا را چی می ساختن؟ از بین می بردن. یکی بود این مربوط به فصل اول بود که معلومات در مورد حجره داده شد. فصل دوم ما هم سایتوپلازم است.